نگاه یه آتش بندازی اینجا توی آتش، یه چوب رو که مندازی رو چوب چی میشه؟ آتش با آتش که کار میشه زود میسیزه مره تموم میشه. چقدر من باید خر باشم که اینا رو 1400 سال تو کلم باشه؟ سرچ کرارسفلد بشید. اوکی؟ بعد سرزمینی که بیاد هنرمند خود هنر سانسور که کردن هیچ، میخواستن اعدامشم بکنن. بعد وقتی ما چند سال پیش گفتم یارو گفت آقا این راست گلپا رو میخواستن اعدام کنن جدی؟ گفتم آره. گفت نه جون ما راسته ده اینج دلیل یه سیه بشه همیزده باورش نشده. خب خود گلپا دارم که گوش کن، گوش کنید گلپا رو. بعد یه خبر مهم دارم براتون، یک افشاگری مهم، یک سند مهم تاریخی. ببینم پاکی باز این نیروهای مسلح، این مردم سلحشور ایران، این همه میخوان دنبال علی خامنه‌ای بدون. وقتی به اوین، ما رو در اوین خواسته بودن، یه آقای هم اونجا، آقای گیلانی اونجا محاکمه تو کرد و یه آقای هم بود به نام عباس زمانی، البته اونم مهمه بود. بعد این یه خاطره است، ما یه باری که اومدن ببرن تو اتاق که چیز کنن، محاکمه کنن و سوال و جواب داشته باشیم، من با اون آقای، یه آقای بود که اونجا چیز جز نگهبانا بود و بادیگارد بود و اینا اصله داشت و اینا، این بچه محل ما بود، مال شهبا. من تشنه بود چون من دیابت داشتم بند، گفتم من میخوام برای تو صحبت کنم یه لیوان آب اینشو به من بده. بحری نزش رو رفت آخری دفاته، دفاع از خودت دفاع بکن اگه کاری چرفی داری چیزی داری. گفتم نه من یه بیت شعر برای شما رو کنم، شما جای امیر المومنین نشستی داری حکم میدی. گفت چیه؟ گفتم که من اگر زنده بودم قد تو بودم یه شاعر خوشخط بنویسه، شما جای امیرالمومنین نشسته بالا سرتون بزنید. اگر نبودم هم که دیگه نبودم. گفت چه اونشه؟ گفتم به قتل چون منی، چون گفت آخرین دفاعت بکن دیگه. گفتم به قتل چون منی گر خاطرت خوشنود میگردد به جان من نه، ولی تیغ تو خون آلود میگرده، من که میرم توی که این ملت بخواه بنازه چشمای شاه بیدار. سالها پیش وقتی من از علی خامنه‌ای میگفتم، چندی مقالم در نیمروز نوشتم و اینها،
شما گفتم که کمونیست، مارکسیست، مزدور اتحاد جماهیر شوروی است.